پرده قلب الله سبحانه و تعالی قلب رو خلق کرد تا حق رو ببیند و به آن عمل بکند. اگر عمل صالح کرد اثر آن به جسمش بازگردد. بنابراین صحت بودن قلب لازم است. زیرا به سبب آن نور آید که راه او را روشن گرداند. قلبی که به پرده پوشیده شده است حق را نمی بیند. به آن عمل نمی کند. پس هر طاعتی که می کند به جسد تأثیر نمی کند. سبب پرده گرفتن قلب آن است که هر فتنه و شبهات و شهواتی که به قلب افتاد آنجا می سبزد. و اگر در قلب حق قرار گرفته باشد در این حالت قلب زنده است که پروردگارش را یاد می کند. معنای ایمان و محبت را فهمیده است. آن قلب ترس و امید و تعظیم را تنها به الله تعالی میکند. پس با فضل و قدرت الله سبحانه و تعالی میتواند همه فتنه ها را رد بکند و پایداری او در دین الله سختر، نور بالای نور میگردد. و قلبی که در آن حق استوار نباشد هر بار به فتنه ها دوچار میگردد. یعنی هر وقتی که یک فتنه به قلب میآید یک نقطه سیاه را به قلب میگذارد که سبب منع دیدن حق و تأثیر نکردن معنای ایمان و عمل صالح می گردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وسوسه و فتنه ها بر قلب ها داخل می شوند که آن به مانند بریا است، چوب به چوب بافته می شود و هر قلبی که آن فتنه را قبول کرد با آن آغشته شد نقطه سیاه در آن گذاشته می شود و هر قلبی که آنها را رد کند نقطه سفید در آن می گذارند. پس نتیجه آن است که قلب بر دو نوع است، یکی سفید به مانند سنگ سفید که هیچ ضرری از فتنه های آسمان و زمین به آن نمی رسد، دوم قلب سیاه و غبارآلود که به مانند ظرفی است که پریشان است، خیر و نیکی را نمی شناسد و کاری منکر را رد و انکار نمی کند مگر اینکه آغشته به هوا و هوس است. حدیث با روایت امام مسلم و امام احمد. و اگر قلب الله را به یاد آورده طلب مغفرت گناه بکند الله سبحانه و تعالی آن نقطه سیاه را پاک میگرداند. و اگر چنین نکرد و به غفلت فروتر رفت و به چند فتنه های دیگر افتاد آن نقطه سیاه بزرگ گشته تمام قلب را میپوشاند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر بنده گناهی کرد به قلبش یک نقطه سیاه گذاشته میشود و اگر از آن گناه توبه کرد آن سیاهی پاک گردد و اگر باز به آن گناه برگشت آن سیاهی بزرگ گردد و آن همان زنگی است که الله تعالی در قرآن چنین ذکر کرده است. هرگز چنین نیست بلکه آن چی می کردن بر قلبهایشان زنگ بسته است. سوره متففین آیه 14.